کدام گزینه درست است خب بیاید بچه از گزینه چهار بررسی کنیم بریم بالا گزینه چهار چی میگه از بین ایزوتوپ های هیدروژن هاش هیدروژن با عدد اتمی یک و عدد جرمی دو ناپای داره تو ایزوتوپ های هیدروژن بچه هیدروژن با عدد اتمی یک و عدد جرمی سه ناپای داره پس گزینه چهار رد میشه گزینه سه چی میگه همه اتم های کربن تشکیل دهنده نوک مداد دقیقا یکسان هستن ما میدونیم که کربن سه ایزوتوپ داره که اینها کنار هم قرار میگیرن پس اتم های کربن توی نوک مداد دقیقا یکسان نیستن چون ایزوتوپ ها عدد جرمی متفاوتی دارن پس این هم رد میشه گزینه دو چی میگه حد همه اتم های یک عنصر دقیقا تعداد نوترون های برابری دارن همه اتم های یک عنصر این قطعا اشتباهه چون تعریفی که ما از ایزوتوپ میشناسیم بینید بچه ها ایزوتوپ یعنی چی؟ یعنی عدد اتمی یکسان عدد جرمی متفاوت عدد اتمی تعداد پروتون ها هست عدد جرمی تعداد نوترون ها و پروتون ها توی ایزوتوپا تعداد نوترون ها متفاوت میشه و عدد جرمی متفاوت پس این گزینه هم رد میشه گزینه یک چی میگه ایزوتوپ ها علاوه بر شناسایی و درمان بیماری ها در تشخیص آتش سوزی نیست کاربرد دارن که توی متن کتاب درسی است و کاملا صحیح ما هم گزینه یک رو انتخاب میکنیم